سلام، با قسمت 38 سریال شربت زغالخته در خدمت شما هستیم. در این قسمت میبینیم فاتی از نقشه های دعا خبردار شده و فهمیده یه وکیل خیلی معروف برای طلاق گرفته و میگه یعنی دعا با برگشتن به من داره نقش بازی میکنه. عمر و فاتی با هم حرف میزنن و عمر به فاتی میگه که دعا تو رو خیلی دوست داره، ولی تو یه زمانی خیلی بهش عذاب دادی و میخواد همون عذاب رو تو هم درک کنی. عمر هم برای اینکه کویلجیم رو از خودش دور کنه به همراه یه خانوم دیگه اومده خونه عبدالله و دعا با دیدن اون خانوم پیش عمر تعجب میکنه. عمر فکر کنم برگه طلاق رو آماده کرده و میخواد به کویلجیم بفرسته. حال کویلجیم هم اصلا خوب نیست و گریه میکنه. طبق خبرها تو قسمتهای بعدی وضعیت بیماری عمر رو به بهبودی میره. حالا عمر بیاد و این گندی که بالا آورده رو جمعش کنه. نورسما هم با عبدالله دعوا میکنه و بهش میگه من از این به بعد دختر کوچولوی شما نیستم. عمود هم کراواتش رو باز میکنه و میندازه زمین و میگه آخش دارم راحت میشم، چون دیگه پیش عبدالله کار نمیکنه. نورسما عمود رو بغل میکنه و میگه هیچ کسی نمیتونه بین ما قرار بگیره. تو مراسم نامزدی آله و روزگار، عبدالله موقعی که میخواد روبان انگشترها رو ببره، آله ازش میخواد مراسم رو به هم بزنه و عبدالله رو به پنبه میکنه و صداش میزنه. من که فکر نمیکنم عبدالله توی جمع به پنبه بگه من از آلف خوشم میاد. 100% صداش میزنه و ازش میخواد که روبانها رو اون بباره. نظرتون چیه؟ حتما برام کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و سابسکرایب کانالم یادتون نره.